به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام و ادب حضور شما عزیزان کانال دینداری. آیا می دانستید امام علی علیه السلام دارای فضیلت ها و مناقبی هستند که حتی علمای اهل سنت هم به آن اذعان دارند؟ در این ویدئو قصد دارم از کتاب شیخ صدوق علیه الرحمه 70 منقب از مناقب بیشماران حضرت را که از قول ایشان بیان شده است را بازگو نمایم. لذا به جهت طولانی بودن این 70 منقب آن را به صورت سریالی و در چند ویدئو تقدیم حضورتان خواهم نمود. شیخ صدوق معروف به ابن بابوی از علمای شیعه قرن 4 هجری است که در سال 381 قمری در منطقه شهر ری واقع در جنوب تهران وفات یافتند و در قبرستانی به همین نام دفن گردیدند. ایشان دارای تألیفات متعددی بودند که یکی از آنها کتاب خصال می باشد. خوشبختانه این کتاب به فارسی هم ترجمه گردیده و مزیت مهم آن این هستش که اولا برای هر حدیثی که آورده شده به سند آن اشاره شده و ثانیاً این کتاب دارای احادیث عددیه از همه معصومین علیه السلام می باشد و ایشان بر اساس همین اعداد کتاب را طبقه بندی کرده و نگاشتند. در باب 70 گانه ایشان به حدیثی اشاره نمودند که موضوع همین ویدئو می باشد. و اما متن حدیث. دومین حدیث از باب 70 گانه. امیرالمومنین علیه السلام 70 منقبة دارد که هیچ کدام از امت با وی در آن شریک نیستند. مکحول می گوید علی علیه السلام فرمودند حافظین اصحاب پیامبر می دانند که در میان آنها کسی نیست که فضیلتی داشته باشد جز آن که من با او شریکم و بر او برتری دارم، ولی من 70 منقبة دارم که هیچ کدام از آنها در او شریک نیستند. عرض کردم یا امیرالمومنین مرا از آنها آگاه بفرمایید. 1. فرمودند در یک طرفت العین مشرک به خدا نبودم و لات و عزا را نپرستیدم. 2. هرگز شراب و می ننوشیدم. 3. در کودکی رسول خدا صلی الله علیه و آله نگهداری مرا از پدرم درخواست کرد و من از همان موقع با آن حضرت همخوراک و دمخور و طرف صحبت بودم. 4. قبل از همه به اسلام ایمان آوردم. 5. رسول خدا به من فرمود ای علی، نسبت تو به من نسبت هارون است به موسی، جز آن که پس از من پیغمبری نباشد. 6. من آخرین کسی بودم که از رسول خدا صلی الله علیه و آله جدا شدم و او را در قبرش گذاشتم. 7. رسول خدا صلی الله علیه و آله چون به غار ثور رفت و مرا در جای خود خوابانید و پتوی خود پوشانید، چون مشرکان به خانه او آمدند گمان بردند که من محمدم، مرا از خواب بیدار کردند و گفتند رفیقت چه شد؟ گفتم دنبال کاری رفت. گفتند اگر گریخته بود این علی هم با او گریخته بود. منظور امام از لیلة المبیت بود که آیه مناسبی برای آن هم در قرآن ذکر گردیده. هشت، رسول خدا 1000 در دانش بر من گشود که از هر یک در 1000 باب گشوده می شد و یکی از آنها را به دیگری یاد نداد. 9. رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند ای علی، چون خداوند اولین و آخرین را محشور کند، برای من منبری برتر از منبر پیامبران گذارند و برای تو منبری برتر از منبر اوصیاء دیگر و تو بر آن بالا می روی. 10. من از رسول خدا شنیدم می فرمود ای علی، چیزی در قیامت به من ندادن جز آن که مانند آن برای تو درخواست کردم، یعنی آن که هر چه را برای خود خواستم برای تو خواستم. 11. از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود ای علی، تو برادر منی و من برادر تو هم، دست تو در دست من است تا به بهشت روی. 12. من از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم که می فرمود ای علی، تو در امت من مانند کشتی نوحی که هر کس بر آن سوار شد نجات یافت و هر کس تخلف ورزید غرق گردید. 13. رسول خدا صلی الله علیه و آله عمامه مبارک خود را با دست مبارک خود بر سر من بست و دعای پیروزی بر دشمنان خدا را بر من خواند تا به یاری خدا آنها را شکست دادم. 14. رسول خدا صلی الله علیه و آله به من فرمود که بر پستان خشکیده گوسفندی دست بکشم
عرض کردم شما دست بکشید. فرمود ای علی، کردار تو کردار من است. و من بر آن دست کشیدم و به من شیر داد. یک جرعه به رسول خدا دادم. سپس پیرزنی آمد و از تشنگی نالید. یک جرعه هم به او دادم. رسول خدا فرمودند من از خداوند درخواست کردم که دست تو را برایم برکت دهد و خداوند هم اجابت فرمودند. 15. رسول خدا صلی الله علیه و آله مرا وصی خود کرد و فرمود ای علی، غیر از تو کسی مرا غسل ندهد و به خاک نسپارد، زیرا اگر کسی جز تو عورت مرا ببیند دیده هایش از کاسه بیرون می آیند. عرض کردم من چگونه می توانم شما را از دستی به دستی بگردانم؟ فرمود از غیب به تو کمک می شود. به خدا نخواستم در هنگام غسل عضوی از اعضای او را بگردانم جز آن که برای من گردید. دوستان گرامی، ممنونیم که تا کنون با ما بوده اید. در قسمت کامنت ها منتظر نظرات و انتقادات و پیشنهادات شما هستیم. برای حمایت از کانال دینداری این ویدئو را لایک فرموده و با اشتراک آن به دوستانتان در سبب نشر آن شرکت نمایید. و برای اینکه از ویدئوها و مطالب بعدی به موقع مطلع گردید، کانال دینداری را سابسکرایب نموده و علامت زنگوله آن را فعال نمایید. تا مطالب بعد شما را به خداوند بزرگ می سپارم. یا علی.